درود بیکران پاینده ایران یه افشاگری خیلی مهم داریم البته خبرش رو چند شب پیش تو برنامه زندهمون داشتیم اما یکی از افراد نزدیک به مجلس و قالیباف اعتراف کرده گزارش والستیر جورنال گزارش درستیه ولی البته زودم توییتش رو پاک کرد مونتا خود دیگه ما شکار کردیم بهش خواهیم پرداخت مونتا قبل از اون برای دوستانی که نمیدونن چه خبره وال سیر جورنال یک جزئیاتی رو مطرح کرد ببین وال جورنال حرف مف نمیزنه حتی مثلا به ضرر منم که مثلا تو خبرو داشتم میخوندم به ضرر اون تزه فکری ما بود در باب اسرائیل مثلا گفته بود آقا اسرائیل نهایتا تونسته 20 درصد حماسی بکشه و خیلی فاصله داره اینا و ما اومدیم گفتیم والسی سیر جورنال دیتا رو دروغ نمیگه تحلیل رو بله به یک زاویه میده تحلیل رو میاد کرم خودش رو میریزه اما دیتا رو دروغ نمیگه و من حالا در مورد اون خبر اسرائیل تو برنامه خودمون توضیح کامل رو دادم برنامه های زنده هر شب منو با دقت نگاه کنید به خصوص در باب جنگ اسرائیل نکات بسیار پشم ریزون و دقیقی رو ما داریم بیان میکنیم حالا اینجا اومده میگه آقا آمریکا به جمهوری اسلامی گفته بود که توی داستان کرمان قراره به زودی داعش خراسان علیتون عملیات انجام بده آمریکا کجا میدونه سی آی ای داره سی آی ای داستان چیه کلی جاسوس داره کلی جاسوس چی داره کلی جاسوس افغانی داره چرا داره چون 17 سال توی افغانستان از سال 2001 بوده از 2001 تا همین 2021 و 2 اونجا قشنگ لنگر انداخته بود دیگه کنگر خورده بود لنگر انداخته بود کلی از افغانی ها برای سی آی ای کار کردن از این رو سی آی ای خبردار میشه به جمهوری میگه میگه آقا بپا این داعش خراسان میخواد بیاد خوار تو یکی کنه بعد نه یه پاچه ما رو بگی ما داریم بهت میگیم دست بر غذا هیچ کدوم از مقامات مهم حکومتی از شهردار و استاندار و غیره تا هیچ کدوم از فرزندان سردار سلیمانی بلند نمیشن برن در بحث گلزار این شهدای گلزار این تا اینجا ای کار حالا ما از کجا میتونیم قبول کنیم آمریکا درست میگه ببینید ما یه اتفاقی افتاده بود در روز 18 دی ماه 98 18 دی ماه 98 اتفاقی افتاده بود یه هواپیمای داشت میرفت یه دفعه سقوط کرد بعد آمریکا مدعی شد که آقا جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با دو تا موشک این هواپیما رو ساقط کردن تا 72 دو دو ساعت ایزان مذهبی زیر بار نمی رفتن می دروغ است اما بعدش آقای حاجی زاده اومد گفتش که بله راست است تموم شد و رفت یعنی قبل معلوم شد که آمریکا درست میگه حالا این بار چه اتفاقی افتاده این با این اتفاق کرمان رخ داده آمریکا مدعی شده که ما به جمهوری اسلامی گفته بودیم اطلاع داده بودیم الان دوباره نیروهای مذهبی دقیقا به مانند 18 دیگه 98 دارن میگن نه یه همچین چیزی دروغ است حالا اون یکی که بعد از سه روز مجبور شد حاجی زاده اعتراف کنه بنابراین منطق یعنی ما بعد نوع ببین شما نگاه کنید من بارها شاید اشتباه کرده باشم بر اساس دیتای غلطی که گرفتم اشتباه کردم ولی سازمان فکری من سازمان فکری سالمی بوده 22 سال سازمان فکری من سالم است اما در این 22 سال اندازه سرم هم امکان داشته اشتباه کنم چرا چون دیتاها در حال تغییر است یا دیتای اشتباه گرفتیم یا دیتاهای متغیری که بعدا نتونستیم دو سه قدم جلوتر بفهمیم ما رو به اشتباه اند اما سازمان فکری سالم است ما به جماعت مذهبی طرفیم که اساسا سازمان فکری اینا مریض است داستان اینه یعنی حتی اگه حالا برخلاف ما که دیتای غلط بدیم ما شاید اشتباه کنیم ما به این جماعت مثلا مریض اگه دیتای درست هم بدیم نتیجه غلطی باز میگیرن شما دیتای درست بده به یک سازمان فکری مریض خروجیش باز غلط در میاد این خیلی نکته مهمیه یعنی اشتباهشون بابت دیتا نیست بابت اینجاست اشتباه ما بابت اینجا نیست بابت شاید یه دیتاهای غلطی باشه بنابراین مغز سالم میگه وقتی که ما تجربه هواپیمای 752 و ده ها مورد دیگر رو داریم بنابراین در این اتفاق اونم تازه والی سری جورنال زده که تا الان خبر دروغی حداقل در مورد دیتا نزده تحلیل هاش میتونه که هست تحلیل یه جاهایی کاملا خلاف واقع تحلیل را دروغ میگوید دیتا را دروغ نمیگوید بنابراین مغز سالم الان میگه آمریکا راست میگه من دارم روش اینکه چرا آمریکا راست میگه رو در تجزیه و تحلیلش رو تو مغز خودم براتون باز میکنم یعنی بحث دو تا چهار تا هرچند علوم انسانی متغیر است دو تاش میتونه چهار نباشه برخلاف قواعد ثابت شیمی و فیزیک و ریاضیه اما در همین علوم انسانی متغیرم بالاخره ما یه چارچوب هایی رو داریم که مثل ریاضی دو تا بشه چهار به حال اگر آمریکا در موارد دیگر به مانند هواپیمای f ثابت شده راست میگه و ثابت شده نیروهای مذهبی دروغ میگن اینجا عقل سالم میپذیرد که آمریکا راست میگه چرا چون اصلا هیچ از مقامات هم نرفتن الان دخترهای سلیمانی پسرهای سلیمانی یا مقامات اگر لحظه بمبگذاری لحظه انفجار بمب اگر از شهدای گلزار بودن خواهشم فیلم و عکسشون رو بدن بیرون میتونن ثابت کنن اون لحظه اونجا بودن بالاخره اون همه دوربین های مدار بسته از آقای صداسی ما میخوایم آقا از دوربین های مدار بسته لحظه انفجار نشون بدید که ببینیم چند نفر از مقامات مهمتون در شهدای گلزار بودن اما همه اینا رو بزنیم کنار یه اتفاق مهمتر میفته اون مهمتر چیه؟ حسین سارمیه حسین سارمی کیه؟ این بچه خوشگله به قول هم یه نیمچه انقلابیه یعنی اینجوری تیشرت میپوشه ولی از یه ورم انقلابیه حالا این بچه خوشگل چی است؟ این یکی از ارزشی های که از پروژه بگیرهای آقای قالیبافه یعنی هر دفعه یه انتخاباتی میشه چیزی میشه ایشون جزو پروژه بگیرهاست پروژه میگیره شلوغ بازی کنه حالا این بار در توییتر سوتی میده سوتیش چیه؟ سوتی که میره. میاد یه توییتی میزنه و بلافاصله کمتر از پنج دقیقه از بالا به زنگ میزنن توییت خودشو پاک میکنه حسین سارمی چی میگه؟ حسین سارمی میگه که اولا که خیلی جالبه همه اینا هم که بچه بالا یا تیک آبی دارن یعنی این هم خودش به نوبه از کجا مستر کارت دارن ویزا کارت دارن که تیک آبی بخرن اون حالا بماند میگه خبر والسیر ژورنال و ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه پیش از حادثه کرمان به ایران هشدار داده با سایر مشاهدات مطابقت دارد در خاطر هم ببین این دیگه اپوزیسیون نیست این دیگه مخالفین جمهوری اسلامی نیست پروژه بگیر خود جمهوری اسلامیه یعنی داره میگه آقا والسیر جورنال داره درست میگه میگه بر اساس شواهد معلومه که والسیر جورنال درست میگه میگه در خاطر هم از در همان ایام یکی دو برنامه رئیس جمهور هم دچار تغییر یا لغو شد عدم حضور اشخاص مهم در کرمان هم بعید است بی ارتباط با گزارشات روزهای قبلش باشد این خیلی نکته مهمیه هن نقطه میگه داره میگی که آقا جان والسی جورنال ژورنال درست گفته بارها آمریکا به ما هشدار داده اصلا ما برای همین هشدارهای آمریکا چون قبولش داریم آمریکا رو رئیس جمهورمون این ور نرفته اون ور نرفته و خیلی نکته اینجا یعنی خیانتیه که جمهوری اسلامی علیه پادوهای خودش کرده علیه پادوهای احمق خودش کرده که رفتن کرمان که تلف شدن فدای پشم صورت ما شدن علیه اونا کرده یعنی یه دختری کشته شد دختر کاپشن صورتی بود با گوشواره قلبی اینا خیلی سر کردن یه پوستری در مرمون تا من چون تو یوتیوب میخوام نشون بدم مجبور شدم یه مقدارش رو شطرنجی کنم ولی عکسش رو دیشب گذاشتم در تلگرام متاسفانه واقعیت ماجرا اینه که زینب سلیمانی که میدونست قرار بمبگذاری شده بمبگذاری بشه دختر صورتی رو اون انداخت توی قبرستون این واقعیت ماجراست و خانم زینب سلیمانی این کار کرد من نمیتونم عکس زیاد نشون بدم و این, این تصویر که یه لحظه نشون میدم این تصویر در حقیقت واقعیت ماجراست که دختر سردار سلیمانی و خانواده سلیمانی با علم این که اونجا قرار بوده بمبگذاری شد بشه نرفتن اونجا و نگفتن به مردم هم بگید نرن مردم مهم نیستن مردم یعنی پادوهای هوادار نظام به پادوهای خودشو نگفتن نرید شما پادوهای بچه ارزشی نگاهتون نگاه نظام به شما اینه شما قربانی هستید اینجا هم که دیگه الان ببین اپوزیسیون که تایید نکرد من که نمیگم اینجا دیگه الان یکی از پروژه بگیرات تو برای آقای قالیبا و بچه سوپر ازبلاییه حسین سارمی حالا اگر حرفش رو قبول ندارن بقیه ارزشی یا غیره میرید با هم دعواتون رو بکنید من که وارد دعوای شما حزب الله که نمیشم شما خودتون دعواتون رو بکنید تیفای مختلفتون بزنید تو سر کله هم ما از بیرون دایره داریم میبینیم یه بچه انقلابی تایید کرده شکلتون برم عاشقتونم تک تکتونو به احورام از ایران میسپارم پاینده ایران به